آقای شاداب، مدتی نما که اسیر بودین چه احساس داشتین؟ یعنی باور داشتین که از اونجا زنده براین؟ دلی دارم، دلی دیوانه دارم، غمی بسیار و جانانه دارم. باز ما زمانی که آهنگ شروع کردیم، کار کردیم روی ویدیویشی، باز همون صحنه‌ای که موضوع دست به دست گرفته بودیم، ما خیلی کامنت های مردم در دنیای مجازی میدیدم، میخواندم. دیگه بازه تا قومی ها که میتینگ کرده یک روز خوب دقیق یادم است مرکوی کرد که مثلا بیا جواب بدین که چرا مثلا موسیقی کار نید، کار خوب نیست. از جامعه سنتی گفتین و این واسکتتان مرا باید آهنگی با خانم زهرا الهام خواندین انداخت. اونجا متوجه شدم که دست به دست گرفته بودین، واکنش مردم چی بود؟ دیگه اون هنرمندارم دوست دارم دیگه. یک وقت نفسه که دیگه اون رو بدا قدیم ها سنگر بگره که چرا مرد دوست نداره. خدمت یکایکی بیننده های ارجمندی چینل دیدار و ویژه برنامه بندار، با من فرزانه دیار بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. مانند روال گذشته طبق معمول باز هم یک چهره جوان را در برنامه با خود داریم که همه شما اکثریت مطلق شما بیننده های ارجمندی چینل دیدار با صدا و سیمایشان آگاهی و معرفت کامل دارید و مهمان ما کسی نیست به جز آقای عارف شاداب. امیدوارم تا آخرین دقایق با ما همراه باشید. خوش آمدید آقای شاداب. عرض سلام و ادب خدمت شما فرزانه جان. علیکم سلام. و همچنان دوستایی که مرا از طریق چینل یوتیوب دیدار میگرنه در هر جای دنیا که هستن، انشاءالله که جور و صحتمند باشین دوستای عزیز. دیگه خدا کنه که چند لحظه ای که ما در برنامه که دزمه هستین برنامه خسته کن برشیم تمام نشنه. خیلی تشکر آقای شاداب که به برنامه ما تشریف آوردین و دعوت ما را قبول کردین. سلامت باشین. خواهشمونم سات زیاد تشکر شما که خلاصه ما را دعوت کردین. زنده باشین. دوستان عزیز، قبل از اینکه بریم سراغ سوالا، آقای شاداب برای ما یک آهنگ زیبا میخوانن. بشنویم. برای آن که از غم ها گریزم،
علاقمند است که بفهمه که شما کجا کلان شدین، مکتب رو کجا خواندین و رشته تحصیلیتان چی است؟ خب فرزانه جان، من بزرگ شده از همین شهر هستم. در مکتب شما من درس خواندم تقریبا تا سالهای 2011 یا 2012 من در مکتب شما بودم، صنف 11 را اونجا خواندم. بعد از صنف 11 من از مکتب شما دیگه علاقه به مکتب را ادامه ندادین؟ نه ادامه ندادم، فقط خب تا صنف 11 چی باعث شد که ادامه ندادین؟ خب ایده بود که زمانی که من در مکتب شما میخواندم من موسیقی را زیادتر علاقه داشتم دیگه. هر روزی که من طرف مکتب مرفتم از همون جمع بایکای خرا گرفته مستقیم کلاس موسیقی مرفتم. همین که یک روز غیر حاضری کردم، دو روز غیر حاضری کردم، یک هفته دو هفته، آخرش هم مدیر مکتب هم تنگ آمد، مرا گفت تو یا مثال موسیقی را بگری یا مکتب را. باز من گفتم والا خوب اردوش ضرور است، ولی موسیقی را چون که علاقه دارم خیلی زیاد همین موسیقی را میگرم. دیگه از سن 11 که بودم باز من مکتب متاسفانه علاقه. خب نمیشد مسلکی موسیقی را بخونین؟ والا مسلکی موسیقی را که بسیار دوست داشتم بخوانم، چرا که موسیقی را من خودم در وجود خود دیده بودم، مفهمیدم که اگر من موسیقی را کار کنم من یک آینده بسیار خوب دارم. ولی خب یک سری مشکلات بود که مثلا در سالهای 2007 یا 2006 که ما موسیقی را شروع کردیم پیش حمید سخی‌زاده، وقتا در کویتا بسیار کم آوازخوانا بود، مثلا زیا ساحل بود دیگه، تقی خان هزاره بود، امید سخی زاده بود، خب یک چند هنرمندا بود اینجی دیگه. باز جامعه کاملا سنتی بود و فامیل بسیار مخالفت داشت کرد موسیقی و مرا سپورت نمیکرد، همکاری نمیکرد که تا ما واقعا موسیقی رو بروم به شکل مسلکیش کار. چرا به نظرتان موسیقی بد است؟ از نظر موسیقی خوب بد نیست، ولی فامندان چی بخشه پدر مادر که اونا مثلا سن و سالش زیاد است و اونا درس نخوندن دیگه، بخشه از اونا متوجه یک چیز تعریف شده که موسیقی گناه است. حالا بخشه از اونا هر چی دلیل بگی اونا قبول نه، ولی این امروز مثال اونا فهمیدن که نه موسیقی واقعا گناه نیست، موسیقی یک بسیار درس خوب است. ولی خب متاسفانه حال ناوخت شده، ما نمیتونیم حالی مثلا موسیقی مسلکی کار کنیم، چرا که زندگی هست دیگه، حالا مشکلات روزگار است. یعنی فامیلیتان ممانعت داشت ولی شما جنگیدی؟ من خودم شخصا خردی خانواده هستم دیگه، همین قدر یادم نمانده که مرا بین خانواده یگان کس همکاری کرده باشه یا حمایت کرده باشه در عرصه موسیقی. در عرصه موسیقی گرچه خب برادرها بودن، اینا کم تو مثال همکاری کردن، ولی به اون شکلی که من و این استعدادی که من در موسیقی هزاره که داشتم من همکاری نکردن اینا. خب چی وقت فهمیدین که استعداد آوازخوانی در وجود شما است؟ ولو یک آوازخوان من فکر کنم که وقتی میخونه امی که مردم انتخاب کرده یک آوازخوان را، من فکر کنم که آدم باید بفهمه که موسیقی در وجود آدم هست. خیلی از هنرمندا در سالی که من همراه عباس جان نشاد یک جای موسیقی را شروع کردیم دیگه، البته شاگرد یک استادم بودیم، در وقتایی که ما موسیقی شروع کردیم خیلی از هنرمندا این دمالی که ما میگنم در کویتا رفیقای مثلا دیگه اون مو زمان هم تو میخوندن، ولی زمانی که مو عباس نشاد شروع کردیم خب همه کس تشویق کردن، خصوص یک استاد به نام استاد نور محمد بود در مکتب شمامه دیگه، او خیلی از هنرمندایی که در اون زمان بود مو عباس را بسیار تشویق میکرد، میگفت مثلا شما استعداد خیلی خوب دارین، صدای خیلی خوب دارین دیگه. از اون بعد باز من یک آهنگ جور کردم در سال 2006، یک آهنگ بود به نام شیرین سنجوی جر مورا نمورا، اولین آهنگ بود لبی چکر مورا نمورا. بله این کمپوز از استاد غزنفر بود دیگه، شعرش از رضا واسق بود، گرچه به اون شکلی که استاد را کمپوز کرده بود به اون زیباییش من نتونستم از 100% 5% هم آهنگ را اجرا کنم، ولی اونم آهنگ را وقتی من اجرا کردم من یک سفر رفتم طرف جاغوری، طرف کابل، با دیدم که این آهنگ از من هر جای در یاد جاغوری اینجا میشه، مورد پسند مردم قرار گرفته. باز من فهمیدم که ولی اگر من ادامه بدم میتونم یک آوازخوان شم، مقام بلند برسه دیگه. باز این آهنگ مرا در شهرت هم رسان، گرچه خیلی از بچهای کویتا مرا در این آهنگ بسیار آزارم میده، تا حالا هم که ترمشون مرا از پشت صدا میزنه که لبی جلگر چکر ماره نماره نه دیگه. اون از اون وقت باز من فهمیدم که موسیقی واقعا در وجود من، باز هم تو کمتون کار کردم. واقعا صدای خوبی داره. سلامت باشین، لطف شما. وقتی که فامیلتان ممانعت داشت باز چطور گذاشت شما کلاس بره؟ والا من شخصا خودم زمانی که موسیقی را کلاس گرفتم از مکتب فرار میکردم. خب یعنی که وقتی کتاب را میگرفتم مثلا بستیخ میگرفتم طرف مکتب میرفتم
زیادتر وقتا ما مکتب نمرفتم، مستقیم مرفتم کلاس موسیقی. تا خیلی وقتا رو فامیلم خبر نداشت، مثلا پدر مادر اینا هیچ کدامش خبر نداشت. یعنی قدر علاقه داشتی؟ آه من علاقه داشتم. باز وقتایی که اونا خبر شدن دیگه زیاد ممانعت کرده، تا پدرم را خدا رحمت کنه همین قومی ازمون، مثلا پدرم گفته بود که مثال یا از چانده باید برشنی یا باید مثلا بچه تو موسیقی را کار نکنه. یعنی قدر از موسیقی بد میبود؟ آه دیگه گفتد یا بچه از بین موسیقی برو یا یک چانده را لکو. باز پدرم چند دفعه مرا گفت، باز ما پدر را گفتم که پدر من این موسیقی را دوست رو دیگه، حالا که تو مرا بگی تو دکتر جورش یا انجینیر او هیچ امکان نداره، چون من علاقه مندیز من در موسیقی هستم. دیگه باز تا قومی ها که میتینگ کرد یک روز خوب دقیق یادم هست مرا کوی کرد که مثلا بیا جواب بدی اینجی که چرا مثلا موسیقی کار نی کار خوب نیسته، مثلا موسیقی گناه داره. یعنی اولین بچه از مردم از مو شاید ما باشم در طول تاریخ که موسیقی کار منم، البته از منطقی خود خودم میگم. دیگه باز ما که اونجا رفتم کد مردم گفتم، ما گفتم یاد چیم باشه که یک روز ما تک تک دخانای تک تک شما هستم. سه صدای شما باز مردم او را غلط برداشت کرده بود که یعنی تو چطور یکم گم نزی. ما گفتم خب خیر روزش که رسید باز میگم. بعد وقتی که بین موسیقی آمدم یکم چند آهنگار که خواندم بین مردم جا پیدا کردم، یک روز در میتینگ قومی گفتم، ما گفتم میری یقین کن که ما در تک تک خانه شما هستم. باور داشتین؟ آه چرا که آهنگایم بود دیگه در تک تک خانه مردم قومی هایم. دیگه اون زمان شد که خلاصه فامیلم فامید که حالا دیگه یه علاقه داره باز کار نگرفتن، باز حمایت نکردن، حمایت مالی که مثلا مرا برادرها حمایت مالی کدش یا مثال یکی کدش پیش استاد نکردن این کار. یعنی تا این حد با مشکلات سر خوردی؟ مشکلات که خیلی زیاد بود. من خودم شخصا گاهی وقتا که بعض از هنرمندا رفیقا میگم شاید من تنها هنرمندی باشم یا تنها آوازخوانی باشم که به خاطر موسیقی بسیار رنج کشیدم. صحیح؟ اول خو از فامیل حمایت نشتم در قسمت موسیقی، و دومی که ما به خاطر موسیقی خو مدت 9 ماه را مثلا اسیرم شدم، خیلی بدبختی ها را تیر کردم. دیگه باز بعد از اسیر شدن که وقت آزاد شدم در ایشار که فعلا زندگی مینیم، من از طرف خیلی ها تحقیر توهینم شدم بسیار زیاد، ولی بازم حمد کردم اعلان نکردم موسیقی را، تسلیم نشدم، تسلیم نشدم کار منم تا دارم. آقای شاداب از اسیر شدن تان گفتین، میشه که قصه کنین از داستانش؟ خب مسئله اسیر شدن از مو، ما به خاطر یک برنامه کنسرت یا به خاطر یک برنامه موسیقی رفته بودم در افغانستان که متاسفانه باز زمانی که قد دلشاد ما یک برنامه داشتم کابل، باز متاسفانه وقتی برگشت دوباره اسیر شدم که توسط خود مردم راپورت داشتم، باز ما اونجا اسیر شدم. مردم خود ما؟ مردم خود ما. مدت 9 ماه ما در اسارت بودم. خدا رو شکر که فعلا سالم هستین. و چطور شد که جان سالم به در بردی؟ خب شاید قسمت بود، شاید آبدانه باقی مانده بود. خوشحال هستیم که شما را در کنار خود داریم. سلامت باشین، زنده باشین. یادم هست دوران مکتب بودی، ممی تو گپ کپا زیاد بودن، دیگه دعا میکردیم که جان شما سالم باشد، زنده باشین. آقای شاداب مدت نما که اسیر بودین چه احساس داشتین؟ یعنی باور داشتین که از اونجا زنده براین؟ والا نه، ما خودم شخصا از 100% 1% امید نداشتم، چرا که بار اول بود که قد از رقم مردم سر خورده بودم، بار اول بود که او رقم یک جاهایی را می دیدم. خب خیلی روزای سخت بود. چگونه با شما رفتار داشته؟ رفتار که واقعا بسیار اصلا غیر قابل تصور است. دیگه روزایی بود که یعنی ما وقتی تازه که اسیر شدیم 3 شب و روز را ما اصلا هیچی نخوردیم. ما دقیق یادم هست زمانی که اسیر شدیم، ما شوا از گشنگی نان خواه میدیم. فامیلتان خبر نداشت؟ نه نه، ما در طول 9 ماه قد فامیلیم ارتباط نداشت. 8 9 20 22 روز فامیلیم اصلا قدیم در ارتباط نبود. ما دقیق در یادم هست. خب اینا را همه دردار به خاطر موسیقی تیر کردم. الان که ما شخصا هیچ تضاد شخصی قد هیچ کس نداشتم ندارم. دیگه روزای بسیار بد بود دیگه، اونا برخوردش خیلی ما بسیار غیر انسانی بود. خب بازم شکر که سالم هستین و از بخاطر موسیقی قدر رنج کشیدین ولی بازم تسلیم نشیدین، شما واقعا یک قهرمان هستین.
خب این دیگه واسه که موسیقی علاقمندی بسیار زیاد در اومده. موسیقی عشق ما است. ما این قدر که به خاطر موسیقی یک نو مایی که در این صورت بودم رنج نکشیدم که فعلا در جایی که زندگی مونم از طرف خیلی ها مثلا دیشو تهدید شدین. هم تهدید میشم هم تحقیر شدم توهین شدم. ولی بازم نظرتون راجع به اونایی که شما را تحقیر میکنه، تهدید میکنه، توهین میکنه چی است؟ خب من خوشحال هستم. همی که آدم در یک جامعه وقتی تو زندگی مونی یک کار مونی، اگر بعضی مردم یا یک قشر از جامعه مثلا برخلاف هست، بس این یکی آدم حتما یک کاری هست. جای رسیدن. آره. خب اگر ما یک آدم عادی می بودم هیچ کس نظر نمی کرد. هیچ کس نظر نمی کرد. خب من از مردم گلم ننم، چون یک جامعه سنتی خوب به اصل خیلی کسا مثلا برخلاف موسیقی ما منو هم دوست دارم. از جامعه سنتی گفتین و این واسکتتان مرا باید آهنگی با خانم زهرا الهام خواندین انداخت. اونجا متوجه شدم که دست به دست گرفته بودین. واکنش مردم چی بود؟ یعنی نظرت مثبت داشتن یا بیشتر منفی؟ خب ما زمانی که آهنگ را همراه زهرا جان الهام جور کردیم، گرچه به خاطر آهنگ ما بسیار روزایی بود بسیار سختیار تیر کردیم، دیگه یه هم خواستی زهرا جان الهام بود که خوب. مثلا ما تو یک آهنگ بخوانیم با هم یک جایی بخوانیم. خب اونا هنرمند هستن، ما هم یک هنرمند هستم دیگه. باز ما زمانی که آهنگ شروع کردیم کار کردیم روی ویدیویشی، باز همون صحنه ای که ما وضو دست به دست گرفته بودیم، ما خیلی کامنت های مردم در دنیای مجازی میدیدم میخواندم دیگه. مردم ها بسیار گپا گفته بود که مثلا تو خانم داری، چرا دست یک دختری دیگه را گرفته؟ نه باز خیلی کسا زهرا را متهم گفت. ولی خب یک تک چیز است که ما هنرمندا باید در یک جامعه زمانی که مثلا کار مونیم آهنگ جور مونیم دیگه در فکر از این گپا نباشیم که چی کسا ما انتقاد مونه. خب یک چیز است که فقط در یک فیلم ما یک دست دست گرفته بودیم، در دنیای واقعی نیست. الان که من خودم شخصا زهرا را خدا وکلی یعنی میسی خارق دوست دارم. همیشه وقتم خوار گفتم هر جای کس جور باشه سلامت باشه و یه هسته که خدا وکلی ما یکانه علاقه مند زهر هستم و خیلی خاطره دارم از واهن. چیه خاطره؟ همیشه تعریف کنیم. خب خاطره است که روزایی بود که ما و زهرا ما رفتیم به خاطر اوکل از یه آهنگ در بازار گوشنه توشنه ما رفتیم مثلا زحمت میکشدیم. روزی که ما یه آهنگ شوتینگ کردیم باور کن آنقدر هوا سرد بود که زهرا الهام آنموش لرزه میکرد دیگه. ما میم تک لباس سفید بودیم، می واسکت د جان بود، زهرا هم یک تا لباس بود دیگه. چون بس شوتینگ میکردیم دو ساعت سه ساعت، زاکر نایاب بود و بسم الله اینا کار میکردن. این قدر یخ بود که ما طرف زهرا سیل میکردم باور کو اصلا مرا خدا میگیریم. ولی بازم یک دختر بسیار با همت بود دیگه. باز این خاطرهایی بود که روی آهنگ بسیار هیچ وقت فراموش نمیشه. روزایی که تیر کردیم. یک آهنگ را که ویدیو میسازین چقدر زمان میبره؟ یعنی چقدر مصرف داره؟ والا من خودم شخصا تا سالهای 2017-18 را من در کویتا کار میکردم. مثل که دیگه هنرمندا فعلا فعالیت من اینجا خیلی از هنرمندا مثلا میگن کلیپ های اینا که مثلا هر روز یک کلیپ بیرون میده، من خودم شخصا این کارا رو میکردم. ولی زمانی که من ایران رفتم در سال 2020 یا 19 فکرم 19 بود، من اونجا که رفتم کداریف جعفری کار کردم، مسا جعفری دیگه. باز فهمیدم که موسیقی بسیار باریکی ها داره، موسیقی بسیار زیبایی ها داره دیگه. اینالی یک آهنگ را زمانی که آدم کلیپ مونه اتا هم جور که مونه آهنگ را در استودیو، من خودم شخصا قد فوات خان کار کردم یا قد جعفری، یک آهنگ را در طول دو ماه سه ماه بایلت تنستم جور کنم از آریویش گرفته تا ویدیویش. آره باز در کویتا خواسان است دیگه، اینجا استودیو هایی که در بین بازار است. اما روز که مور یک آهنگ جور نیست سبایش یک کمرمین میگیریم و شب میگیریم تکمیل میشه. تا حالا چند آهنگ داشتی؟ من اولا تا حالا حساب نکدم که چند آهنگ خواندم، شاید حدودا 40-48 آهنگ باشه. ماشاءالله. ولی 40-48 آهنگ هم که من خواندم یعنی یک دونیش هم از خودم نیه. خودتان نساخته؟ نه، ما کمپوزای غلیظ هزارگی که خیلی دوست داشتم مثلا آهنگای مالستانی بوده کمپوزای هزارگی که نسل به نسل اومده اینا رو مثلا دوست داشتم، رویش یک شعر جدید مثلا پیاده کردم خواندم. باز کمپوز ساختن خیلی سخت است. امروز بعضی از هنرمندا وقت
وقتی یک آهنگ میخونه یک کم تغییرات که میاره در شی کمپوز میزنه مثلا در نام خود. در حقیقت کمپوز ساختن کاری هر کس نیه، کمپوز ساختن کاری اوی ده هنرمندای است که ساله ها مسلکی کار مونه. صحیح؟ دیگه با ای که مثلا آدم یک دنبوره بینوازه یا هارمونیا کم بیش کار کنه کمپوز ساخته نمیشه. ما کمپوز از خودم نیستم، همه ایش کمپوز های از هنرمندای قدیم بودن. بسیار خوب، تصمیم دارین از خودتان آهنگ بسازین؟ والا او ده توانایی مون است. من دمی آهنگایی که خواندم 48 یا 49 آهنگ شاید کم تر زیادتر، فقط 3 تا یا 4 تا ایش کمپوز های جدید است که مثلا کمپوز از امید سخزاده از استاد ما بوده، دیگه یک دوسته کمپوز هم از استاد جعفری بوده که برای نو ساخته خواندم. دیگه ایش همه ایش کمپوز های تکراری است. خب آهنگ گوش میکنید؟ آهنگ نه حتما گوش. خب بلاخ من کدام هنرمند هستی؟ من در حقیقت هنرمندار تمام شده استرم ولی خب علاقه من زیادتر از امی جان سخیزاده که استاد مثلا، باز از نسل جوان دیگه طرفدار عباس جان نشاد استم مثال خوب میخوانه، از زهرا الهام خیلی دوسترم، دیگه استاد جعفری که بیخی زیاد دوسترم آهنگاش، دیگه هنرمندار هم دوسترم دیگه. یک وقت نشه که دیگه هنرمندار قدیمه سنگر میگره که چرا مرا دوست ندارم. دوستای عزیز، مدتی دو سه روز میشد که به آقای شاداب زنگ میزدیم که بیان، به خاطر که علاقمندانشون تقاضا کرده بودن به برنامه زنگ میزدیم. مصرف تو بابا ایش قدر مصرف هستن؟ باز خبر شدم که میخوای ایران بره، به خاطر مصرفیت داشت. میشه که بگوین به خاطر چی میرین ایران؟ با فامیل یا تنها؟ نه من تنها ایران رئیستم. من دلیل رفتنم در ایران هست که من پالوی استاد جعفری مرو دیگه، از خاطر از اینکه یک دو پارچه آهنگ داشتم که ایران برو منار کد استاد جعفری هماهنگی کنم و یک کار زیباتر برای مردم، برای علاقمندای خود اجرا کنم. دوباره کی برمیگردی؟ اگر نصیب بود یک ماه بعد انشاءالله پس میایم. دوباره میایم فقط آهنگایم که جور شد انشاءالله پس میایم. کیتا زودتر نشر میکنین؟ ولو بینگنیم که مثلا آهنگا را چی رقم میتونم جور کنیم، آیا کلیپ زیر ما میتونم در ایران جور کنم؟ اما تواناییش دارم ندارم. اگر کلیپ شو جور کنم که خوب شاید دمو یک ماه پس بیم، اگر جور نتونم که هیچی دیگه، فقط آهنگ را آریویش را جور منم، ویدیویش بخیر اینجا هست دیگه دوستا که در کایی تجور کنم. خب اینه دوستای عزیز، آقای شاداب آهنگ جدید دارم، منتظرشان باشید. خودت به کدام سبک میخوانی؟ دیگه تا حالا خود تمام آهنگ ها را که خواندم هزارگی بوده، فقط یک آهنگ از امی جان سخیزاده استاد ما بود که استاد لیاقت لطیفی استاد سخیزاده کمپوز کرده بود. ما زمانی که از زندان آزاشتم یه آهنگ را اجازهش گرفتم به فرمایش مادرم خواندم. دیگه آهنگ ها کاملا هزارگی خواندم. بین این قدر آهنگ هایی که خواندین کدامش خودتان دوست دارین؟ خب آهنگ ها را تمامش دوست دارم. زیادتر آهنگی که خیلی دوست دارم آهنگ دل دیوانه. چطور دوست دارم؟ یک آهنگ دیگه به نام چی بود شعرش؟ لبی دریای هلمند دیدیم، نهالی عاشقی شند دیدیم. این آهنگ ما در 2013 جور کردم که موسیقی زیرا اردو شده یک روز جور کردم. موسیقیش را حبیب جان یوسف زاده پدر فریدون جور کرد. دیگه دو دوران 2013 ما یک شکست هم خوردم، البته شکست زندگی. باز دم یک روز می دو آهنگ رو رفتم جور کدم، یک شروع ویدیو کدم دلی دیوانه را، دیگه شروع ویدیو نکدم. باز کمپوزیش فکر نمون هنرمندای افغانی خوانده بود همی آهنگ دلی دیوانه را، و دیگه شی که لبی دریای هلمنده ای آهنگ از میرچمن سلطانی است، شعرش هم از وست، کمپوزش هم فکرم شاید از او باشه. باز ای دو آهنگ زیادتر دوست دارم. آقای شاداب، خودتان هم موسیقی را آموزش می دهید؟ والا موسیقی یک کار بسیار سخت است دیگه. ما گرچه میایه زیاد بچه ها میایه، دختر ها میایه به خاطر کلاس دیگه، باز ما خودم واقعش او چیز یاد ندارم که برای یک اون کس یاد بدم، چون موسیقی یک کار سخت است. آدم برای یک کس که یاد میده او رو به عنوان شاگرد میگیره بسیار کار سخت است. ما خودم اون قدر موسیقی یاد گرفتم که فقط پیش خود خو میتونم زمزمه کنم، دیگه یاد ندارم که برای یک کس بخوایم موسیقی یاد بدم. اما بعضی از دختر خانوما یا بچه هایی که میان مثلا دوست دارن میگم ما در کنار استو هستیم، من فقط اونم چیزی که خودم یاد دارم اونو یاد میدم، اونم چیز را که از اون کار میکنم. از موسیقی چیز سر در نمیارم. با کدام هنرمند رقابت داری؟
ما کد هیچ از هنرمندا رقابت ندارم. تک تک از هنرمندا رو من خود شاید دوست دارم. شاید میره هنرمندا تا حالا درک کرده باشه در بروری یا دمی هزارا تاون. یعنی ما تا حالا به خاطر موسیقی کد یگان هنرمند جنجال نکردم. هر هنرمند امو خلاصه یک چیز است، هنرمندا مثل یک باغ گل لوریه. زمانی که تو در یک باغ موری مثلا فصل بهار میگنی هر گلا رنگ و رنگ است و بویش هم مختلف است. یک هنرمند سعی کنی مثلا در اجرا خوب است، یک هنرمند سعی کنی مثلا در قسمت نوازندگی هارمونی خوب است، یک هنرمند سعی کنی در قسمت نواختن دنباره خیلی خوب است. هر کس به نام خودش هست، هر کس جای خود را داره، کس جایگاه کس گرفته نمیتونه. من تمامشان دوست دارم. خودتان را بالاتر از سید انور میبینید؟ استاد سید انوری آزاد شاید 40-45 سال زیادتر میشه که دنباره می نوازه. من تازه 33 سالش دارم. یک بیشتر از عمر از ما اونا موسیقی کار کرده. دیگه من خیلی دوست دارم. دیگه من کوچکتر از اویم که دوباره زو بخیم کپ دیم. ولی خب دوست دارم، رقابت هم بودم کدش مثبت رقابت نم. دیگه باز استاد جایگاه خاص داره. اگر هنرمند نمی شدی، این استعداد را نداشتی، دوست داشتی، چه شغلی را انتخاب کنی؟ والا من خودم شخصا موسیقی خیلی دوست دارم. اگر موسیقی را مثلا کار نمیکردم، علاقه‌مندی نمی داشتم، شاید ورزش خیلی دوست داشتم. ورزش؟ بله ورزش خیلی دوست. گرچه ورزش هم چند مدت پیش استاد ایدریان همینچ کار کردم. خواه، 3-4 سال. ورزش کارم هسته. آره، ولی زمانی که موسیقی کار کردم بازی لاکدم. خیلی دوست داشتم یک ورزشکار باشم. تمام کارهایتان به خاطر موسیقی علاقه کردین؟ ما به غیر موسیقی دیگه کو کاری نمی‌کنم. موسیقی سرمایه داره؟ والا موسیقی خود سرمایه داره، البته آدم رایش پیدا کنه. من خودم شخصا اینا تمام خرج مصارف زندگی من از موسیقی بود. اینا که من مثلا موسیقی دیگه مصرفیت نداره؟ نه نه مصرفیت ندارم من. اینا مثلا من که من مثلا در محفل برم، من در محفلش نمیرم. من در محفل عروسی مرم، نه در شب نشینی مرم. دعوت شده؟ هیچ دعوت شدم نمیرم. چون من هنرمندی شوشنی و عروسی نیستم. من فقط یک خواننده هزارگی هستم که مثلا آهنگ های هزارگی رو میخوانم. در محفل ها خوب باید کسایی بره که مثلا آهنگ های شاد بخونه تا مردم بیرقصن. دیگه من خواستم در سوال چیم بیاییم موسیقی. من این حال مثلا تمام فامیل خیلی نظامی رو نان میدیم. مثال علاقه‌مندی دارم دفتر زدم. من تمام وسایل موسیقی رو از هر جایی میارم برای فروش. مثلا از دنبوره شروع تا روباب و هارمونیه، چیزی که بچه‌ای که در استرالیا و اروپا تمامش رو من برایشان وسایل موسیقی رایم و خیلی هم شناخت دارم. همین دنبوره رو که بینگنم، گرچه خودم دنبوره نواز نیم، آقای مقصودی همین روی درویم شده، همین دنبوره رو که بینگنم مفهم کنم چی کیفیت داره. میفهمی؟ آه. خب معمولا کسایی که به یک مقامی میرسه، به یک مرحله میرسه، وطنشان رو ترک میکنه. شما چی تصمیم داری؟ والا عالم همو شما وطن ترک کردم دیگه. دیگه فعلا که هستیم اینه میجده میکویتا خیلی سال ها میشن اینه زندگی کردیم، تمام عمر خواهیم اشتیار کردیم. دیگه چیزی که نصیب باشه اونمو میشه دیگه. حالا در این ده ها بینگنیم که چی میشه. هرچی خدا خواست. تا حالا از مرگ کدام هنرمند ناراحت شده؟ والا من خودم شخصا از مرگ استاد سخی جهانگیر خیلی ناراحت شدم. خدا رحمتشان کنه. استاد سخی جهانگیر واقعا یگانه بچه‌ای بود که یگانه هنرمندی بود که بسیار یک آدم صادق و یک آدم بسیار مثبت بود و بسیار غریبانه فوت شد. هیچ وقت از یادم نمیره. خدا بیامرزدش. آمین. انشالله که جنت نصیبش بشه. کدام خاطره ای از استاد مرحوم جهانگیر داری؟ والا از استاد جهانگیر که خاطره خیلی زیاد داریم. من یگانه خاطره ای که از استاد دارم، من بسیار شوخ بودم. یک دفعه هارمونی استاد ازش بردم که استاد یک دو سه شب تمرین مونم. باز هارمونیش را بردم، خیلی نادان بودم دیگه، من اون زمان ریزه بودم. یک روز هارمونی استاد قریب فروخته بودم. از خاطر پول؟ نه ایره مو فروختم، میخواستم که برم مثلا موسیقی را کار کنم طرف های سیند و پنجاب برم. دیگه باز استاد خبر شد، به خاطر از مرا یک سیلی هم زد خدا ببخشه. دیگه خاطرش یادم هست، هیچ وقت فراموش نمیشه. ولی شما گفتین شوخ هستین، من به نظرم شما یک شخصیتی آرامی داره. خب طبیعی من زمانی که بچه بودم خیلی شوخ بودم. آلی آرام شده؟ ولی آلی آرام شدیم دیگه. آلی فقط زیادتر گوشنشین هستم، ولی فقط به کارهای خود مصروف هستم، در کاری کسی دیگه اصلا دخالت ندارم. ولی زمانی که بچه بودم شوخ بودم،
در کار هر کس دخالت میکنه. فعلا مصروف روزگار خود هستم. آقای شاداب، برنامه رو به اتمام است. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خواهش نوم، تشکر از شما که مرا دعوت کردین و خلاصه امیدوارم که همین چند لحظه که خود از ما بودیم خسته نشده باشه. خب با آخرین پیامتان چی است برای علاقمندانتان؟ آخرین پیام از ما برای علاقمندانم این است که انشاءالله ما به زودی کوشش می‌کنم که یک چند پارچه آهنگای هزارگی را متفاوت کار کنم در ایران. دوستان منتظر باشید. ایران و همچنان به کمک استاد جعفری. انشاءالله موفق باشید. سلامت باشید. خیلی ممنون دوستای عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردین. فراموش نکنید لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت های مقبولتان را هم بنویسید. کی را دوست دارین که در برنامه بعدی دعوت کنیم حتما در کامنت برای ما بنویسید. تا برنامه بعدی شما را به الله یکتا می‌سپارم.